درود خدمت شما عزیزانم. امشب فرصتی شد که ما از کارهای مهدیه دیدار بکنیم، برای اینکه سالهاست من با کارهاش آشنایی دارم. همینطور که میبینید این کارها رو بعدن دوستمون حتما به شما نشان خواهد داد، کارها فرق کرده از کارهایی که قبل میکرد. مهدیه اصولا با خط و نقاشی شروع کرد. شما اگر خاطرتون باشه 5 سال قبل در برنامه دریچه‌های روبرو من مهدیه رو معرفی کردم به عنوان یک هنرمند جوانی که در تورنتوس و حرفای برای گفتن در آینده زیاد داره، و این تقریبا میشه گفت همون آینده است که امشب ما درش هستیم. دوستان زیادی در اینجا هستن که دارن کارها رو میبینن و کارهای مهدی فرق کرده نسبت به حتی 2 سال گذشته. کارهاش فرق کرده، مرتب کار ایده های خیلی خوب داره، خلاقیتش رو قابل ستایش و دوست داشتنه، چون که کارهای بسیار خوب میکنه. امیدوارم که بعدا در نمایشگاه های گوناگون ما بتونیم باز هم کارهای مهدی ولیزاده رو ببینیم. مرسی. باشون آشنا شدم، الان حدود 2-3 ساله که با هم هستیم. بعد کاراش واقعا قشنگه، به خصوص که یه روحیه ای از خودش توی کاراش دقیقا منعکسه. رنگ‌آمیزی‌هاش خیلی خوبه و اون ملاحت شخصیت خودش دقیقا توی کاراش نمایانه. حسین نادریان هستم، طراح نقشه فرش. اینجا نقشه‌های طرح‌های ایشون هستم دیدم، خیلی طرح‌های زیبایی، خوشگل، خیلی خیلی طرح‌های مناسب با حال روز، خیلی زیبا بر اساس اون اشعاری که شعرا گفتند نقش بستش رو. خیلی زیبا قشنگ تمام نقش‌ها را
دور زدم یه چی از یکی زیباتر بهتر خیلی خوب بود به نظر بنده. من قابل نیستم. خداحافظ. Thank you.
که شما در واقع دارین میبینید، یه سری این سری کارهای طلاییه که من این سمت گالری چیدمان کردم و سری کارهای قدیمی تر من هستن، دور بر سالهای 2013 2012 تا 2014 اینا کار شدن که من انقدر زندگی شلوغ پلوغی داشتم و انقدر چیزهای مختلفی بود که بعد به سر و سامان میرسوندم که فرصت نکردم نشونشون بدم. و امروز با این مجموعه خلوت که مجموعه اخیر 2015 و 2016 من هستن که این سمت میبینین، 7-8 تا از اینا رو آوردم نشون بدم که یه ذره دینم رو به این مجموعه ادا کرده باشم. ولی نهایتاً این مجموعه یه طلایی، بیشتر من تحت تأثیر شوریدگی غلیان احساسات مولانا من کار کردم، خیلی با شعرهای خیلی اکسپرسیو و خیلی پر هیجان مولانا و موسیقی های اون نوعی هم کار میکردم. برعکس اینا همچون که کارا خیلی متفاوت شده، تو این مجموعه جدید میبینید غرق در اندیشه و تفکر و عمق اون دریای آب حیات عشقی که الان داره پخش میشه اونجا بودم و در اوج خلوت و سکوت و تنهایی، یا بهتر بگم انزوا، خودم بودم و خودم و اون ترانسفورمیشنی که برای من اتفاق افتاد تو اون خلوتم و اون تغییراتی که روز به روز می کردم برای اینکه یک خود جدیدی از دل آنچه که داشت یک مرحله سختی رو، اون کسی که داشت یک مرحله سختی رو می‌گذرون متولد بشه، اونا رو دونه دونه رو بوم آوردم و خوشحالم که میماند به یادگار.